اگه فکر میکنی که نمیتونی توی خونه یه برگر خوشمزه و آبدار درست کنی، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. مهمترین نکته برای درست کردن یه برگر خوب و با کیفیت، انتخاب گوشت مناسبه. من برای این برگر از گوشت سردست گوساله و گوشت قلوه‌گاه گوساله استفاده کردم که چربی مناسبی داره. گوشت رو به اندازه کوچکتر برش میزنیم و چرخشون میکنیم. دفعه اول با پنجره نخودی گوشتامون رو چرخ میکنیم. حالا وقتش که بهش ادویه ها رو اضافه بکنیم، پودر سیر و پودر پیاز. گوشت رو خوب به هم میزنیم و دوباره چرخش میکنیم، این سری با پنجره کبریتی. خب حالا گوشت رو میذاریم یک ساعت داخل یخچال تا استراحت بکنه. تو این فاصله هم پیاز کاراملیمون رو درست میکنیم. پیاز هم خلالی نیم سانتی تا یک سانتی برش میزنیم و میریزیم داخل مایتابمون و روی حرارت. کمی روغن و 30 گرم کره بهش اضافه میکنیم. یه مقدار تغییر رنگ داد نمک بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به جابجا کردن پیازا روی مایتابه. هر چند دقیقه یک بار فقط شما پیازا رو زیر و رو میکنید. به این رنگ که در اومد سرکه بالزامیکو بهش اضافه میکنید که رنگ و مزه بی نظیری بهش میده. حالا کاهوارم خورد میکنیم به هر اندازه که دوست دارین. گوجه هامونم که حلقه برش میزنیم. میریم برای درست کردن سسش. سس کچاپ، سس باربیکیو، سس تند، خردل و مایونز. این سس خیلی خوشمزه است، به همتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. خب گوشت هم که استراحت کرده، فقط یه نکته ای داره که ما گوشت رو در این حد بین دستامون قرار میدیم و فشرده میکنیم تا به صورت یه دایره در بیاد. دقت بکنید که اصلا نباید زیاد این گوشت بین دستاتون قرار بگیره و گرم بشه. خب مایتابمون کمی روغن، بعد نمک و فلفل رو تو این مرحله بهش اضافه میکنیم. از یه کاغذ روغنی میتونید استفاده بکنید و کمی پهنش کنید. 2-3 دقیقه بعد که یه طرف برگرتون پختش برش میگردونید، بلافاصله نمک و فلفل رو بهش میزنید. حالا وقت اضافه کردن ورق پنیر چداره. برای اینکه پنیرم بهتر آب بشه یه مایتابه یا یه کاسه روش میذارین. تقریبا 2 دقیقه بعدم برگرای ما آماده است. اینم از 2 تا برگر خوشمزه. نونامون هم تو همون مایتابه 1-2 دقیقه قرار میدیم تا به این حالت در بیاد و برشته بشیم. خب حالا وقتشه که سوسو به نونامون بزنیم به این صورت. بعد نوبت اضافه کردن خیارشور روی نونه، کاهو و گوجه. اینم برگرای خوشمزمون، پیاز کاراملی بی نظیر، بازم برگر و بازم پیاز کاراملی. این اسمش برگر خوشمزه رو به همه تون پیشنهاد میکنم که حتما توی خونه امتحان بکنید و عکساشو برای من بفرستید. بریم تیستش کنیم ببینیم چطور شده. آره خودش به